بریم 10 دقیقه هم درباره کتاب بعدی نسیم طالب صحبت کنیم، آنتای کتاب فرگایت. نسیم تا اگه تو میخواستی اسم بذاری براش، کتاب ترجمه نشده، به فارسی شده، آنتای خبر ندارم. فرجایل اسمش به انگلیسی. اصلا چطور چه جور کلمه ای میشه برای این گذاشت؟ این واقعا یه نرمش ذهنی خیلی به نظرم خوبیه که آدم فکر کنه چه اسمی میشه گذاشت برای این، چون کلمه رو خودش در آورده. تو انگلیسی هم نداریم همین کلمه. نه نداریم، و کل حرفش هم همینه که ما چه عجیبه که این ایده رو فراموش کردیم. آره. قبل از اینکه برسیم سراغ ترجمه، ایده مرکزی. آره، ایده رو بگو. ببین، ایده مرکزی میگه بعضی چیزا آسیب پذیرن، فرجایلن، شکستنیان، مثلا آسیب پذیرن. بعضی چیزا خب ضد آسیب پذیر، مثلا میشه مقاوم، یعنی یه ضربه، یه شوکی بهش وارد میشه، این آسیبی بهش وارد نمیشه. لیوان پلاستیکی، مثل لیوان پلاستیکی در مقابل مثلا لیوان بلوری. میگه که اما خب این متضاد اون نیست. متضاد فرجایل چیزیه که وقتی یه همچین شوکی بهش وارد میشه، همچین ضربه‌ای بهش وارد میشه، نه اینکه هیچ اتفاقی براش نمیفته، بلکه قوی‌تر میشه و از اون شوک و ضربه و مواجهه با رندومنس قوی‌تر میشه. میگه که ما اینو اصلا هیچ مفهومی براش نداشتیم، در حالی که چیز خیلی مهمیه. من اسمش رو میذارم آنتی فرجایل. یه تیفی میگه، میگه اگه تیف در نظر بگیریم، یه سرش فرجایله، بعد اون وسط میشه روباست. آره. و این سرش مثلا میشه آنتی فرجایل. یعنی مثالش چیه؟ مثال یه سیستم آنتی فرجایل چیه؟ مثال سیستم آنتی تو هیته‌های مختلف میاد چیز میکنه، تحلیل میکنه، مثل همون کتاب اسکین این دی گیم که میومد از تاریخ میگفت، از مذهب میگفت، از سیاست میگفت. اینجا هم همینطوره. مثلا میگفت توی اسطوره‌های شمالی، اسطوره‌های شمیم وایکینگی، نوردیک، دقیقا کلمه یادم افت، نوردیک، اودین یه پسر داره که بخواد این پسر رو از همه چی حفظش بکنه. پسری داره به اسم بالدور. این پسر فرجایله و آسیبش برزه میمیره، و اینو میاد مثلا سعی میکنه که محافظتش بکنه با تلسم و فلان اینا. این فرجایله. از اون طرف یه اسطوره دیگه داریم، یک گرازیه، حالا اسم شما چیزشو یادم نیست دقیقا، یه گرازیه که این هر شب این اودین این گراز رو میکشه و میخوره و صبح دوباره گرازه زنده است. این نماد مثلا چیزیه که روباسته، مقاومه و هر آسیبی بهش بزنی این عین خیالش نیست. و یه چیزی هم داریم، حالا اینو دقیقا چیز اسطوره‌ایش یادم نیست، آنتی فرجایلشو. اما میگه ما توی مثلا تکامل، تاریخ تکاملی گونه رو که نگاه میکنیم، میبینیم این گونه آنتی فرجایله، با مفهوم آنتی فرجایل سازگاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه شوکی بهش وارد میشه، چه شوکی؟ مثلا یه هایی محیط زیستش تغییر میکنه، یه هایی خشکسالی میشه. درسته یه سری از اعضای این گونه میمیرن، اما خود گونه داره از این آسیبی که بهش وارد شده، از این شوکی که بهش وارد شده، داره یاد میگیره، داره قوی میشه. و این تغییرات حتی میگن که یکی از دلایل این که گونه انسان از گونه های نزدیکش خیلی سریعتر، خیلی جدا شد و متمایز شد، همین بود که این قابلیت رو پیدا کرده بود که با شرایط اقلیمی متفاوت و تغییرات اقلیمی متفاوت خودش رو بتونه تطابق بده. سیستم ایمنی بدن، یا سیستم ایمنی بدن، دقیقا یکی از همین هاست که شما با مواجه شدن با این استرسورها، با مواجه شدن با چیزهای ناشناخته قوی میشی. اما خب یه حد و حدودی هم داره. آنتی فرجایل، آنتی فرجیلیتی همیشه و همیشگی و در هر سطحی از مثلا استرس و فشار عمل نمیکنه، تا یه سقفی داره. از یه جایی به بعد مثلا شما چه میدونم از یه حدی بیشتر مریض بشی، با انواع باکتری ها و ویروس های مختلف رو بشی و میمیری. اما تا یه جایی دامنه چیز داری. و یه نکته بامزه این که نه فقط سیستم ایمنی بدن آنتی فرجایله، بلکه خود اون باکتری ها هم آنتی فرجایلن. خود اون باکتری ها هم، ما این همه آنتیبیوتیک داریم استفاده میکنیم، عملا این آنتیبیوتیک ها برای اون چیزا، برای اون باکتری ها حکم استرسور دارن، حکم تنش و حکم آسیب رسان و محرک دارن. اما اونا هم کم کم دارن مقاوم میشن در مقابل این آنتیبیوتیک ها. پس این ریشه اصلا زیست شناختی داره این مفهوم. آه درست. من یه کسی که دیدم خیلی خوب، ببخشید بگو تا من بگم. بگو.
بگو. نه تو بگو. و بعد میاد طبق مثل همون کتاب قبلیش میاد همین ایده مرکزی رو حالا بستش میده توی تاریخ، میگه توی سیاست، میگه توی جاهای مختلف، هی با زبان خاص خودش که من خیلی هم زبانش رو دوست دارم، هی اینو تشریح و توصیفش میکنه. مثلا مفهوم عقلانیتی که توی اسکنین دیگه هم راجبش حرف میزنه اینجا دوباره رو همون تاکید میکنه که آقا عقلانیت به معنی دو تا چهار تا نیست، عقلانیت یعنی اون چیزی که در مقابل اون رندومنس دوام بیاره. اون چیزی که دوام آورده یعنی درسته. به یک معنی اینو اسمشو میذاره عقلانی، و عقلانیت اصلا اینجوری تعریف میکنه. اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور تعریف میکنه. بفهم شما. من چیزی میخواستم بگم که یک کسی که دیدم این مفهوم آنتی فرجیلیتی رو از این گرفت، قرض گرفت و اومد خیلی خوب داره روش یه بحث جدید داره روش میپزه، جاناتان هایت. جاناتان هایت که این کتاب چیزو ازش کار کردیم، کتاب Righteous Mind. The Righteous Mind، ذهن درستکار. من تو دو تا مصاحبه واقعا منتظرش نبودم، یهو دیدم این رفت سراغ این کانسپت. بعد طوری که قصتش رو میگه خیلی جذابه، به خاطر اینکه بیزنس ما هم همینه که مثلا یه کتابی رو برداریم بتونیم یه قصه ای از توش بگیم که با اون جذابش کنیم. این خیلی قشنگ گفت. گفت سیستم آنتی فرجایل میدونی یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنی بدن بچه، سیستم ایمنی آدمیزاد چیه؟ این یه سیستمیه که تو وقتی که در معرض مثلا یه ویروسی میگذاریش، این یه آنتی بادی ترشح میکنه، این مثلا قوی تر میشه حالا برای مرحله بعد. و میگه ما چیکار کردیم، جامعه مدرن چیکار کرده؟ وقتی میخوایم از بچه محافظت کنیم توی یه حباب ایمنی قرارش بدیم، این رو از این محرک ها، از این خطرات محیطی دورش میکنیم. مثلا چی؟ مثلا حساسیت به بادوم زمینی. میگه اگه شما نگاه کنی، ما اومدیم برای اینکه این حساسیت چیزی بوده که خطرناک بوده برای یه عده خیلی کمی، اومدیم این رو آدم بچه های خیلی زیادی رو اصلا اکسپوز نکردیم، مثلا در معرض بادوم زمینی نذاشتیم. این باعث شده که حساسیت به بادوم زمینی مثلا الان نسبت به 4 دهه 5 دهه پیش وحشتناک رفته بالا. یاد یه جوکی از چیز افتاد، از این کمدی افتادم. پادکست جو روگن اومده بود اینو خیلی قشنگ توضیح میده، جاناتان هایت. آره اونجا ببینه، اونجا ببینه. اینو این مثال فکر کنم خود طالب هم میزنه، مثال حساسیت رو. اما ذهنم آره. سراغ یه جوکی، یه استنداپ کمدی که طرف میگفتش که آره خب اینجوری اونجوری، خب راه حل این حساسیت چیه؟ یه دو سال چشامون اینجوری بگیریم، همه میبینن همه از این حساسیت. آره. بدیم همه بخورن. آره. اما تهش آره این شیوع این حساسیتاش و نه فقط هم حساسیت فیزیکی، جنبه روانیش هم همینطوره. یعنی شما آنتی فریجیلیتی رو میتونی از بین ببری. یعنی پدر مادری که نه فقط از در مقابل میکروب، بلکه در مقابل هر نوع سختی بچه‌شو محافظت میکنه، عملا داره اینو ضعیفش میکنه و داره اینو از جاناتان هایت همینو میبره. آره اینو داره تبدیلش به شکنندهش میکنه. آره هایت همینجا میبره قصه رو، میگه شما آره بولی کردن کار بدیه، ولی انقدر تعریف بولی گسترده شده که توی بعضی از مدرسه ها مثلا اگه یه کسی بگه این دوست صمیمی منه، میگن او تو داری یه کسی رو اکسکلود میکنی، پس این قبول نیست. و این بچه اون وقتی که اصلا بالاخره در جامعه باید با این مواجه بشه، منتها وقت اصلا سیستمش مقاومت این رو نداره که من وقتی که یک کسی منو توی یه گروهی نذاشت چه کار باید بکنم؟ قرار نیست همه مثلا عاشق من بشن، یکی از من خوشش میاد یکی هم خوشش نمیاد. آره. من داشتم میشنیدم از جاناتان هایت میشنیدم، یادم افتاد تو مدرسه‌ای که ما میرفتیم، تو دبیرستانی که ما میرفتیم، میگفتن اصلا دوست مثلا 4-5 نفر با هم دوست میشدن مدرسه دخالت میکرد، میگفت نه گروه دوستی شما مثلا با هم زیاد نزدیک شدی، در حالی که خب اصلا این فابریک جامعه میخواد رو این شما بعداً اتفاقا اسکیلی که لازم داری اینه که بتونی با 4-5 نفر نزدیک بشی در زندگی. منتها ذهن بیمار دیگه. آقا وقت ما خیلی چیزه، خیلی زیره، فکر میکنم که 4-5 دقیقه فکر کنم ممکنه کمتر، به خاطر اینکه یه خود زودتر شروع کردیم لایو و من ترسم از اینه چون دقیقاً اون موقع شروع نکردیم. منتها چند دقیقه دیگری که داریم شما صحبت کن، شما صحبت کن در مورد اگر در مورد طالب صحبت کنی، در مورد طالب این صحبت های جلسه صحبت های درباره کرونا و اینا رو خوندی دنبال آره. می‌کنی؟ آره. خیلی خیلی دقیق داره صحبت میکنه. دقیقاً طالب یکی از آدمایی که به راحتی نمیشه حرف بهش بچپونی، یعنی آره
به راحتی هر حرفی رو زیر بارش نمیره و خیلی هم سفت و قرص و محکمه. یه بخشش خب به این دلیله که واقعا توان ذهنی و سوادیشو داره، یه بخشش هم به خاطر زبانشه که من این زبانش رو گفتم واقعا دوست دارم. ببین طالب، من کتاب اسکنین دی گیم برای اینکه بتونم بنویسم واقعا 3 بار من خوندم کتابو، عملا 3 بار خوندم و داشتم به این فکر میکردم که آیا این نوع نوشتنی که طالب انتخاب میکنه، اینکه حرفشو میپیچونه 1000 تا دور میزنه، آیا این منافاتی با هدف نوشتن نداره؟ تو آقا نوشتی که بیان یکی هفته بفهمه دیگه، واسه چی اینقدر پیچش میدی؟ و بعد بزنم شد که خب اگر اینجوری ننوشته بود که من 3 بار نمیخوندم کتابو، اما حالا که اینجوری خوندمش خب عمرن یادم بره و این حرف دیگه واقعا نفوذ کرده، رسوخ کرده توی ذهن من. و این جنبش هم جنبه جالبیه، حالا فارغ از نفس حرفی که میزنه، این روی کردش هم دقیقا مصداق بارز چیز کسی که داره حرف خودش عمل میکنه و ساختار کتاباش هم اصلا بر اساس همین گفت فکر میکنم نوشته بودم یا تو هم گفتی توی متن پادکست که یه جا داشت سخنرانی میکرد و اسم آورد، گفت آره من باید اسکرین دیگه این داشته باشم دیگه، من دارم حرف میزنم باید اسم بیارم، وقتی نمیشه بگم بعضیا اینجوری میگن بعضیا اینجوری میگن، اسم میگم آقای فلانی همچی حرفی زده به نظر من غلطه، باید حرفم چیز داشته باشه که اگر اشتباه کرده باشم یا یخ منو بگیره و من تاون پس هزینه بدم بابتش. آره دقیقاً. و از این جهت کاراکتر خیلی خیلی جالب، دوست داشتنیه برای من و توصیه میکنم حالا اگر کسی دستش میرسه که متن کتابای اصلی رو بخونه که چه بهتر، و یا فارسیاش از دست ندین. این لایو رو ما سیو میکنیم توی چیز میذاریم، توی همینجا میذاریم دیگه، همینجا توی اینستاگرام که میذاریم بمونه کسایی که میخوان بعدن بتونن ببینن، بعدن در یوتیوب و جاهای دیگه هم میگذاریم که بمونه. نظر طالب اینه که قوی سیاه نیست دیگه، میگه که این اصلا قوی سفیده، قابل پیش بینی و پیشگیری بوده و دقیق ترم اگه میخواین یه ویدیوی ازش توی همین اینستاگرام خودمون گذاشتیم، اینستاگرام بی پلاس گذاشتیم و هر روز هم داره دربارش توییت میکنه، توییترش رو فالو کنین، هر روز داره درباره همه چی حرف میزنه از جمله درباره کرونا. اینجا نوشته بود waiting for فلان، من یک بار دیگه میزنم. اومدم. آره ببخشید چون وسط جمله تموم شد، من دوباره گفتم آره. که وسط بشیم هم جمله رو تموم کنیم، همین که خدافظی کنیم، هم چند تا سوال جواب بدیم. بله. بدون سوال جواب دادن نه. عرض شد که چه میرم گفتم، یه چیزی که امیدوارم اتفاق بیفته اینه که جدی‌تر تو ایران یه خورده طبقه بندی دیگه، یه سری نویسنده هایی یه سری قفسه هایی در کتاب فروشی خیلی جدی گرفته نمیشه و نسیم طالب از بعد روزگار رفته توی اون قفسه ها، رفته تو قفسه کتاب های موفقیت و نمیدونم علوم مدیریت و اینا که یک گروه آدمایی میخونه، در حالی که کتابش مثلا جدی‌تر از این حرفاست، جدی‌تر از این حرفاست، آدم جدی‌تر از این حرفاست و باید یه خورده این مترجمای چی میگن استخوندار و آدمایی که به ادبیات موضوعی که داره در موردش حرف میزنه هم مسلطن، حالا نه که همسنگ طالب باشن، ولی چون کار ماها نیست واقعا، یه آدمای دیگری، آدمایی حالا من خودم واقعا میگم آدمای مثلا ماها مسلط‌تر به ادبیات موضوع و مترجمای بهتری، کسایی که به ادبیات به فارسی هم تسلط بیشتری دارن، مترجمای واقعا بهتری، امیدوارم که مترجمای خیلی خیلی خوب برن سراغش و کتاباشو منتشر کنن. همین کتاباش هم که منتشر شده میتونه که دوباره منتشر بشه، خیلیاش خیلی با بیان بهتر و رساتری. حیفه از اون آدمایی که حیفه که صداش داره به خوبی شنیده نمیشه برای از طرف مخاطب فارسی زبان.